همیاران عزیز و گرامی، درود فراوان بر شما. توجهتون رو به گفتاری جلب میکنم در مورد وضعیت ایران در ماه‌های آینده. برخی از پیشبینی‌ها به نظر میرسه که در آخر ماه فروردین ممکن گشته و بنابراین بد نیست به عنوان فرضیه‌هایی برای ماه‌های آینده به اون نگاه بکنیم و ببینیم که به چه سمت و سوی میره. حتما دقت کردید که در روزهای گذشته افزایش چشمگیری داشتیم در اختلافات میان جناح‌های مختلف درون نظام و مورد مشخص وزیر اطلاعات و کشمکشی که بین باند احمدی نژاد و ولی فقیه در این مورد به وجود اومد، با وساطت مجلس در واقع ادامه پیدا کرد، گسترش پیدا کرد و شاهد توهین‌های خیلی جدی نوچه های دو طرف به همدیگه هستیم و خط و نشون کشیدن برای همدیگه. آیا به گفته برخی که با ساده انگاری مسائل رو نگاه میکنن، این هم یک جنگ زرگری است و یا حکایت از شکافی عمیق در درون حاکمیت داره؟ برای پاسخگویی به این سوال بد نیست اشاره بکنیم به پدیده دیگری که در کنار این در حال حاضر اهمیت زیادی پیدا کرده و اون وخامت اوضاع اقتصادی هستش. و شاید بد نباشه که این سوال رو برای خودمون مطرح بکنیم که چه اتفاقی افتاده که این دو همزمان داره روی میده. یعنی از یک طرف هرچه وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی و از طرف دیگه عمق پیدا کردن شکاف در بدنه قدرت. این دو با هم دیگه واقعیت این استش که رابطه علت و معلولی دارن، رابطه علت و معلولی دو طرفه. یعنی از یک سو وخامت اوضاع اقتصادی سبب تعمیق شکاف بدنی قدرت میشه و از طرفی اختلافات میان جناح‌های درون حاکمیت اوضاع اقتصادی رو باز وخیم و وخیم‌تر میکنه. کشور ایران در حال حاضر به 1000 میلیارد دلار سرمایه گذاری احتیاج داره تا بتونه اقتصاد خودش رو نجات بده. یعنی برای فقط سال 90 به صورت کم و بیش اضطراری 200 میلیارد دلار سرمایه نیاز هستش که اگر تامین نشه یکی از اصلی ترین و اساسی ترین حوزه های اقتصادی ایران از لحاظ کسب درآمد برای دولت، یعنی نفت، صنعت نفت، با اشکالات عدیدهی مواجه خواهد شد. معنای این نستش که هموطنان عزیز، اختلافات داخلی نمیذاره سرمایه جذب بشه و عدم جذب سرمایه اختلافات داخلی رو بیشتر میکنه. شما خود میتونید ببینید که چگونه در یک دیالکتیک گریزناپذیر رژیم جمهوری اسلامی مجبور هستش که به اصطلاح بره به سمت یک سراشیبی که عملا شانسی نداره برای برون رفته از اون. بدیهی است که این دو خطی که دارن به صورت موازی با هم دیگه با داشتن این رابطه علت و معلولی پیش میرن، یعنی وخامت اقتصادی و شکاف در بدن این قدرت، در یک مرحله ای هر کدومشون از حالت پیش بحران یا در واقع خبردهنده بحران وارد یک فاز واقعی و مادی و ملموس بحران میشن. یعنی وخامت اقتصادی میره به سمت اینکه به فلج اقتصادی منجر بشه. فلج اقتصادی اون وضعیتی هستش که در اون تامین نیازهای بدیهی جامعه ناممکن میشه و جامعه به طور کامل به اصطلاح دستخوش یک رکود فعالیتی میشه. یعنی هیچ فعالیتی دیگه امکان پذیر نیستش برای به اصطلاح کسانی که مشغول کار بودن. کارگاه ها، صنایع، کارخونه ها تعطیل میشن، مواد خام بهشون نمیرسه، سوخت و انرژی یا تامین نمیشه یا دیگه فایده ای نداره استفاده از اونها برای تولید یک کالایی که بیش از حد گرونه. بازار نمیتونه کالاهاشو تامین بکنه، کالاهایی که در بازار هست خریدار پیدا نمیکنه. خلاصه اینکه هیچ چیزی در این رابطه عرضه و تقاضا در بر سر جای خودش قرار نداره که بخواد به اصطلاح کمک بکنه به اینکه روال عادی چرخ اقتصادی پیش بره. به همین دلیل میرسه به یک مرحله‌ای که
عملا جامعه احساس میکنه که دیگه به اصطلاح کار اقتصادی معنی نداره، چه کارگری، چه کارمندی، چه خصوصی، چه دولتی، و بنابراین چرخ اقتصاد از حرکت باز میسته. به این حالت فلج اقتصادی میگن، چیزی که در انتظار اقتصاد ایران هست اگر با این روند پیش بره، اگر تغییر خاصی به وجود نیاد. در حال حاضر صنایع کشور که ظاهرا طبق آمارهای مختلف 30% تا 50% داره کار میکنه، این درصد هی کم و کمتر میشه تا جایی که عملا نزدیک به 8 میلیون کارگر ایرانی دیگه دلیلی یا زمینه‌ای برای کارشون اصلا وجود نخواهد داشت. و شما تصور بکنید بیکاری ناگهانی چند صد هزار و به دنبال اون چند میلیون کارگر رو، چیزی که در ماه‌های آینده اگر این وخامت اقتصادی بتونه اتفاق بیفته امکان روی دادنش هستش. فراموش نکنیم که در کنار این ما مسئله افزایش قیمت‌ها رو داریم و موج بسیار چشمگیر افزایش قیمت‌ها که آنچه که در حال حاضر به عنوان تورم و یا افزایش روزانه قیمت دارن نام می‌برن فقط پیش درآمدی هستش بر اون سیل اصلی افزایش قیمت‌ها که فرا خواهد رسید. چرا؟ چون تا زمانی که اثرات خودش رو تصمیمات غلط دولت مثل حذف یارانه‌ها نشون بده، یک مدت زمانی وقت لازم داره، یک چند ماهی وقت لازم داره، و اون چیزی که ما الان داریم می‌بینیم عملاً تبدیل به اصطلاح این حذف یارانه‌ها به بحران نیستش، بلکه زمینه‌سازی بحران هستش. و بحران اصلی زمانی فرا میرسه که قیمت نان به جای 100 تومان یا 500 تومان میتونه به 5 10 15 هزار تومان برسه، و به این ترتیب مردم در یک شرایط واقعا استثنایی قرار میگیرن که در نهایت این با خودش فلج اقتصادی رو به دنبال خواهد داشت. حالا این از چشماندازی هستش که برای وضعیت اقتصادی میتونه به وجود بیادش، با توجه به اینکه حتی قیمت 120 دلار بشکه نفت هم کمکی نمیکنه به اینکه دولت بتونه کسر بودجه حداقل 100 میلیارد دلاری خودش رو جبران بکنه، و این چرخه‌ای که دولت افتاده در درونش که باید ماهیانه دست کم 3 میلیارد دلار فقط به عنوان یارانه نقدی به مردم بده و اگر نده بحران به وجود میادش. الان وضعیت یه طوری هستش که مردم ساعت شماری میکنن، نه فقط روز شماری، ساعت شماری میکنن برای اینکه پول به حساباشون ریخته بشه که هجوم ببرن به بانک‌ها برای اینکه این یارانه های نقدی رو بگیرن و بتونن بدیهیات زندگیشون رو برطرف بکنن. معنای این هموطنان عزیز این هست که اگر دولت این 3 میلیارد دلار رو نتونه تهیه بکنه و پرداخت بکنه، بلافاصله با یک بحران اجتماعی حادی روبرو میشه. بنابراین دست کم 36 میلیارد دلار حداقل دولت باید در سال 90 تهیه تدارک ببینه برای پرداخت به اصطلاح یارانه های نقدی، و از اون طرف درآمدی که قرار بود به عنوان حذف یارانه ها نصیب دولت بشه که 50% رو به صورت نقدینگی به مردم بازگردونه، این پول به صندوقهاش نمیاد. چرا نمیاد؟ برای اینکه هزینه ها انقدر بالاست و میزان نقدینگی که پرداخت میشه انقدر پایینه که با همدیگه جوابگو نیست، و لذا مردم قبض گازشون رو نمیتونن بدن، به زودی قبضهای برق رو احتمالاً نمیتونن بدن، خیلی از کالاها رو که دولت انتظار داشتش مردم برن خریداری بکنن و روش سود بخوره دولت، اینا رو نمیتونن خریداری بکنن. بسیاری از سرویس هایی که دولت میده رو مردم سعی میکنن از راه های غیر قانونی به دست بیارن، مثل کشیدن یک سیم برق و مسائلی از این دست، و همه اینها دلیل بر این هستش که دولت میتونه با وجود این درآمد اضافی که داره از قبل افزایش نفت به دست میاره جوابگوی نیازهاش نباشه. فراموش نکنیم که به نزدیک به 450 میلیارد دلار در سال احتیاج داره، برای سال 90 450 میلیارد دلار پول احتیاج داره دولت، و شاید در بهترین حالت بتونه بین 80 تا 100 میلیارد دلار از راه نفت درآمد داشته باشه، و این تا به اضافه اون مقدار اندکی که قرار از راه داخلی مالیات ها و قیمت های جدید و اینها داشته باشه شاید به 150 میلیارد دلار برسه، اما با کسر بودجه بسیار هنگفتی که مینیمم تا اینجا که صحبتش هستش 100 میلیارد دلار هستش روبرو خواهد شد. پس چشم انداز فلج اقتصادی رو ما داریم، از اون طرف
این شکافی که در بدن این قدرت افتاده یک دلیلی داره و دلیل اون هستش که بایستی دولت جمهوری اسلامی تبدیل بشه به یک دولت واجد شرایط برای دریافت سرمایه های خارجی و نمیتونه از این فلج اقتصادی گریزی داشته باشه، چون در داخل چیزی وجود نداره که بتونه این مشکل رو حل بکنه، میمونه سرمایه های خارجی. خارجی هم برای سرمایه گذاری کردن نیاز دارن به این که بدونن وضعیت داخلی چی میشه، آینده جمهوری اسلامی چی میشه، و بنابراین جناهایی که در حال حاضر وجود داره و به صورت مشخص دو جناح احمدی نژاد و ولی فقیه و در این میونم بازار به عنوان بازیگر این طرف اون طرفی که تعیین تکلیف خواهد کرد، موندن که چه تصویری از خودشون به خارج، به غرب، به سرمایه‌داری جهانی نشون بدن که واجد شرایط به اصطلاح وامدهی بشن. به نظر میرسه که اگر ولی فقیه بخواد بره مستقیم مذاکره بکنه با آمریکا یا نمایندگانش، این جناح احمدی نژاد به عنوان کسی که قدرت اجرایی رو در دست داره، به عنوان کسی که دولت رو داره نمایندگی میکنه، نمیتونه کنار گذاشته بشه و بنابراین میبایستی یک توافقی بین اینها باشه. این توافق هم اگر میتونست موجود باشه تا به حال به دست اومده بود، یعنی دو طرف موفق شده بودن اون فرمول مناسب رو، حالا که دیگه مخالفی هم در بینشون نیست، جناح اصلاح طلب رو که تارمار کردن، جناح رفسنجانی رو که از قدرت کنار گذاشتن، مونده بازار، ولی فقیه و سپاه، و بنابراین میتونستن با هم دیگه توافق بکنن و برن با آمریکا بشینن پای میز مذاکره و اون چراغ سبز رو نشون بدن و وام ها رو دریافت بکنن و وضعیت اقتصادی رو تغییر بدن و بنابراین بر سر قدرت باقی بمونن. اما چرا نتونستن؟ دلیل اون به سادگی عبارت هست از این که اگر بخوان برن پای این سناریو، این فقط وام نیستش که به اصطلاح به ایران داده میشه، بلکه کلی شرط و شروط هم به او تحمیل خواهد شد و این شرط و شروط با خودش یک فضایی رو به وجود میاره، یک وضعیتی رو به وجود میاره که در اون وضعیت این جناهایی که در حاکمیت هستن دیگه نمیتونن ادامه بدن. یعنی وضعیتی رو شما در نظر بگیرید که قرار توش دزدی مثلا به صورت آشکار نشه، قراره که وامهای گذاشته شده بیمه بشه، امنیت سرمایه ها تامین بشه، بنابراین باید تا حدی قانون سالاری باشه، باید یک سری از مسائل مربوط به حقوق بشر یا نهادهای مدنی، جامعه مدنی و مسائلی از این دست رو بپذیره و بنابراین همه اینها یعنی فضا دادن، امکان دادن به نیروهای اجتماعی که دوباره میان بازی رو به هم میزنن، یعنی همون طبقه متوسط و جنبش سبز و اصلاح طلبان و اینها. پس برگشت به همون پله اول خواهد بود. بنابراین این کار رو نمیتونن بکنن، یعنی قول و قراری نمیتونن به جامعه سرمایه‌داری و غرب بدن که بابت پولی که میخوان بتونن این کارها رو هم انجام بدن. چرا نمیتونن؟ برای اینکه یک دست نیستن. هنوز روحانیت بسیار قوی هستش در درون حاکمیت و این روحانیت برای دولت احمدی نژاد در جهت مذاکره و پذیرش یک سری از شرایط دید و بندها و خط قرمزهایی رو میذاره که بایستی رعایت بکنن، چون اگر رعایت نکنن در این صورت همین جنگ اتفاق میفته که الان اتفاق افتاده. یعنی شما دیدید که در دو ماه گذشته خامنه ای چندین سفر به قم داشت به صورت غیر عادی، سفرهای نامترقبه، سفرهای رسمی، غیر رسمی، شبانه، روزانه، همه اینها در جهت به اصطلاح طی تدارک جبهه دفاعی روحانیت یا آخوندها در مقابل این هجومی است که به اصطلاح باند احمدی نژاد به خصوص از آغاز سال نو شروع کرده. یعنی چی؟ یعنی کنار گذاشتن آخوندها از درون دستگاه حکومت، که دیدید این حیدر مصلحی به عنوان آخوندی که به اصطلاح وزیر اطلاعات بود بر بسیاری از نهادها، بسیاری از حوزه ها و شبکه هایی که باند احمدی نژاد میخواد در اختیار خودش داشته باشه دست داشت، نظارت داشت، به عنوان وزیر اطلاعات، به عنوان کسی که سرپرست وزارت اطلاعات یعنی مخوفترین و اصلی ترین وزارتخونه جمهوری اسلامی هستش. بنابراین مسلمه که به عنوان ستون پنجم خامنه ای در درون دستگاه دولت
این بانده احمدی نژاد دست خودش رو باز نمیدیده برای اینکه بتونه عمل بکنه و برای همین هم تایید تدارک دیدن که بذارنش کنار. اما شاهد ضد حمله شدید خامنه ای بودیم و دیدیم که چگونه اومد و وزیر اطلاعات رو که جاسوسش باشه در واقع در درون دستگاه دولت اون رو مستقر کرد اونجا، برای اینکه فراموش نکنیم زیرا علی خامنه ای کاملا پیش بینی میکنه که این باند احمدی نژاد تایید تدارک ببینه براش، چه به صورت کودتا چه به صورت های دیگه، و بنابراین میبایستی که این پنجه وزارت اطلاعات با وجود اینکه اطلاعات سپاه سعی کرده اون رو دور بزنه، اما با این وجود قدمت وزارت اطلاعات و گسترش بی سابقه اون در تمام نهادهای دولتی در طول 20 چند سال گذشته یک اهرم و ابزار مناسبی رو در اختیار خامنه‌ای میذاره که بتونه از طریق اون به اصطلاح کنترل بکنه و اجازه نده که به این راحتی بر علیهش توطئه‌ای از جانب باند احمدی نژاد صورت بگیره. بنابراین بدیهی است که خواهان این خواهد بود که حتما و حتما نگه داره این کنترل رو، و دیدیم که تلاش احمدی نژاد برای کنار زدن یک آخوند و بنابراین بستن کانال ارتباطی یا اطلاع رسانی ولی فقیه از درون دستگاه دولت با شکست مواجه شد. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که از این پس خامنه ای میدونه که باند احمدی نژاد در صدد این هستش که یک توطئه جدیتری رو سوار بکنه و اون حذف به صلاح در درجه اول ابزارهای اطلاع رسانی و جاسوسی خامنه ای در درون دستگاه دولت یعنی وزارت اطلاعات هست و بعد تهاجم بعدی. به همین دلیله که آینده اختلاف هایی که در حال حاضر بین این دو وجود داره آینده ای است که فقط حکایت از وخیمتر شدن اوضاع میکنه، یعنی اینکه ما بریم به سمت هرچه بدتر شدن روابط بین این دو جناح و به این ترتیب در نهایت همونطوری که وخامت اوضاع اقتصادی میره به سمت فلج اقتصادی، این اختلافات در بدن قدرت هم میره به سمت جایی که از توش میتونه یک برخورد فیزیکی بیرون بیادش. ما دیدیم که یکی از سایت های طرفدار احمدی نژاد به صورت مستقیم تهدید کردش جناح مقابل رو و گفت کاری نکنید که شما رو در فتنه جدید رو در نیم روز جمع بکنیم. این به نظر من یک کدی هست به صورت مشخص در نیم روز، یعنی از طریق یک حرکت کودتاوار، بنابراین داره تهدید به کودتا میکنه. حالا نکته بسیار مهم در این میان این هستش که این دو پدیده به سمت وخامت هرچه بیشتر خواهند رفت، یعنی بحث فلج اقتصادی از یک سو و بحث برخورد فیزیکی میان جناح‌های قدرت از طرف دیگه. حال باید دید که چه وضعیتی به وجود میاد اگر ما بریم به این سمت. در این صورت رژیم در کلیت خودش ضربه پذیر میشه، یعنی در یک موقعیتی که شکاف شدید شده، وضعیت اقتصادی وخیم شده، اعتراضات اجتماعی میتونه از سر راه برسه در مثلا در اعتراض به وضعیت اقتصادی و بنابراین بریم به سمت شورش ها و یک جنبش اعتراضی که عملا یک رژیم در هم پاشیده و دچار شکاف شده رو میتونه به اصطلاح بهش ضربه اساسی بزنه. بنابراین بایستی هرچه سریعتر اقدام کرد. و چه اقدامی میشه کرد در رابطه با این دو بحران؟ برای بحران اقتصادی که راه مثلا بلافصلی وجود نداره، بنابراین اول باید بحران مثلا آسونتر رو حل کرد که بحران درون حاکمیت هست و بعد رفت به غرب گفت که ببینید الان ما دیگه یک دست هستیم، الان ما دیگه حکومتی شدیم که مشکلات داخلیمون حل شده و اگر شما پول بریزید ما میتونیم سالهای سال اینجا در کمال امنیت سرمایه های شما رو تامین بکنیم، کار بکنن، مردم هم راضی باشن مثلا در ظاهر و بنابراین مشکلی نباشه. پس مطمئن باید باشیم که قبل از اینکه بحران اقتصادی برسه به فلج اقتصادی یکی از این دو جناح بایستی از شر جناح دیگه راحت میشه و به قول خود قدرت رو یک دست و یک کاسه بکنه. اما یه اشکال کوچیکی اینجا وجود داره و اونی که هیچ کدوم از دو طرف نیروی کافی برای به اصطلاح کم کردن شر دیگری به صورت آنی و ناگهانی رو ندارن. چرا؟
اجازه بدید با هم مروری بکنیم به نیروهای عملیاتی که موجوده در صحنه و میتونه در این مسئله نقش داشته باشه. اول بیایم سراغ سپاه پاسداران. سپاه خب قاعدتاً باند احمدی نژاد خودش برخواسته از درون سپاه هستش و طرح‌ها و نقشه‌هایی که تا به حال اجرا شده از زمانی که احمدی نژاد به قدرت رسید تا کنون طرح‌هایی بوده که سپاه پشتیبانی جدی ازش کرده. اما مسئله اینه که سپاه یک دست نیست و در درون اون به واسطه اینکه خامنه‌ای نقش فرمانده کل قوا رو بازی می‌کنه و توان عزل و نصب فرماندهان سپاه رو داره و دیدیم که در ماه‌های اخیر چندین بار این کار رو انجام داد، میتونه یک سری از فرماندهان رو با خودش داشته باشه، به خصوص فرمانده اصلی سپاه پاسداران رو، و به این ترتیب میتونه خونسا بکنه توطئه‌های نظامی رو که بخش طرفدار احمدی نژاد سپاه پاسداران میتونن صورت ببخشن. پس سپاه یک دست در اختیار این یا جناح آن جناح نیست و شاهد این خواهیم بود که سپاه میتونه در این درگیری دو شقه بشه. حالا اینکه کدوم اکثریت رو داشته باشن کدوم اقلیت یک بحث ثانوی هستش، اما یک دوگانگی از دل نیروهای سپاه میتونه بیرون بزنه. در مورد بسیج که تابع سپاه پاسداران هست، این پدیده به همین صورت باز تولید خواهد شد و با این تفاوت که بسیج نیروهایی هستش که از لحاظ شغل و وظیفه به صورت مستقیم در خدمت این جریان نیستن و بنابراین میتونه خودش رو کنار بکشه، بخش عظیمی از نیروهای بسیج میتونه خودش رو کنار بکشه و اون بخشی هم که در صحنه شرکت میکنه باید دید کدوم یک از این دو جناح سپاه میتونه فرماندهی نیروهای اصلی عملیاتی بسیج رو بر عهده داشته باشه. نیروهای دیگری هست مثل نیروهای نوپود، نیروهای ویژه به اصطلاح ولایت، که این نیروها عملا نیروهایی هستند که در اختیار ولی فقیه هن. یک نیروی خاص محافظتی به اصطلاح از درون سپاه در مورد خامنه‌ای وجود داره که وفادار به او هست، نیروهای ذوب در ولایت هن به قول خودشون، و بنابراین اونها نیز یکی از ابزارهای نظامی خامنه‌ای خواهند بود. نیروی انتظامی هست که باید دید در این میان آیا میره به سمت دفاع از باند احمدی نژاد و یا اینکه از بالا پیروی میکنه از خامنه ای. و همینطور نیروهای شبه نظامی هستند مثل انصار حزب الله و لباس شخصی ها و اینها، که اونها نیز به دو قسمت تقسیم خواهند شد مسلما و هر کدوم این یا اون سوی رو خواهند گرفت، مثل نیروی چاقوکش آدمکشی که مداحان تهران در اختیار دارن که مسلماً پشت خامنه‌ای قرار خواهند گرفت. و به این ترتیب می‌بینیم که چگونه امکان این که از درون این، حالا ما بحث ارتش رو مطرح نمی‌کنیم برای اینکه ارتش در آخرین دقایق ممکنه در این بازی نقشی داشته باشه، اما آنچه که مسلمه این که هیچ شکل یک دستی رو ما نمی‌تونیم ببینیم که در دل این جریان بتونه بلا فاصله تعیین تکلیف بکنه قضیه جنگ قدرت رو به نفع یکی از این جناح‌ها، و بنابراین این خواهد رفت به سمت یک نوع حالت جنگ داخلی در درون نظام و از هم فروپاشی نظام از درون به واسطه این برخورد فیزیکی که میتونه بینشون به وجود بیاد. حالا این اون چیزیست که در درون حاکمیت داره اتفاق میفته. نیروهای مخالف رژیم و نیروهای برانداز میتونن از این فرصت به خوبی استفاده بکنن و زمانی که چه برخورد فیزیکی درون قدرت یعنی شکاف عظیم بدنه حاکمیت و چه فلج اقتصادی به وجود بیاد، هر دو اونها شرایطی رو به وجود میاره که از اون شرایط میشه بهره برد برای پایین کشیدن کل نظام از قدرت، کل رژیم رو میشه خلع قدرت کردش. اما این نکته آخر یک شرطی داره و اون عبارت است از وجود یک بخش از نیروهای مخالف رژیم جمهوری اسلامی که سازماندهی شده هستند، یعنی دارای آرایشی هستند که میتونن در موقع خودش وارد صحنه بشن. وقتی میگیم سازماندهی به سه عنصر اشاره میکنیم: یکی آموزشه، یعنی نیروهایی که آموزش دیده باشن، دوم نیروهایی که به اصطلاح از لحاظ سازمانیابی شکل تشکیلاتی به خودش گرفته باشه، و سومی که دارای یک نوع مدیریت هدفمند باشن. این سه خصلت باید وجود داشته باشه: آموزش، سازماندهی و
به اصطلاح هدایتگری برای اینکه بره به سمت هدفهای مشخص. کدوم نیروی هست در اپوزیسیون در حال حاضر که دارای یک چنین قدرتیه؟ اون نیرو میتونه به صورت مشخص هدایت و رهبری حرکت سرنگونساز رو در موقع خودش بر عهده بگیره و نقش اصلی رو ایفا بکنه. اگر نیروی وجود نداره، این کار به صورت جزئی تا حدی به صورت خودجوش تقسیم میشه بین نیروهای اجتماعی و نیروهای سیاسی، یعنی در واقع یک کار جمعی غیر هماهنگ اما در این حال کمابیش همسو هستش. یعنی دانشجوها یه طرف سازماندهی میکنن، کارگرها تا حدی، کنشگران جنبش، هر کدوم از سازمانهای سیاسی به نوبه خودش با شبکه خودش این کار رو انجام میده و به هر روی سر به زنگاه، یعنی زمانی که رژیم جمهوری اسلامی علائم فروپاشی رو از خودش نشون داد، این مجموعه میتونه وارد صحنه بشه و نقش اصلی رو ایفا بکنه. اگر هم یک یا دو یا چند تشکیلاتی که با هم حتی متحد میتونن بشن بیان و این کار رو به صورت جمعی انجام بدن، در اون صورت اونها نقش اصلی و هدایتگر رو بر عهده خواهند داشت و میتونن بعد از سرنگون کردن جمهوری اسلامی هم یک نقش اساسی رو بازی بکنن در به اصطلاح شکل‌دهی به قدرت موقت در دوران گذار. جمع‌بندی سخن من هموطنان عزیز این استش که سال 1390 در آخرین روز از ماه اول خودش علائم آشکار دو بحران رو در ماه‌های آینده نشون میده. یکی فلج اقتصادی هستش که ناشی از وخامت اوضاع اقتصادی، موج جدید گرانی ها که خواهد رسید و نیز رکود بی سابقه فعالیت اقتصادی خواهد بود که با خودش گفتیم چرخ اقتصاد رو میتونه متوقف بکنه و فلج اقتصادی به وجود بیاره. دوم شکاف در بدنه قدرت هست که گفتیم اختلافات کنونی به سرعت داره عمیق میشه و میره به سمت اینکه دو جناح همدیگر رو نتونن تحمل بکنن. بازار در حال حاضر با زیرکی نقش میانی رو داره بازی میکنه، برای اینکه نمیدونه بازی به نفع کی تموم خواهد شد، اما شک نکنید زمانی که براش مسجل بشه که کدوم طرف برنده هست، به طور کامل وزنش رو میندازه به اون سمت و بر علیه طرف دیگه اقدام خواهد کرد. هر کدوم باشه، برای بازار فراموش نکنیم اصلا مهم نیست ولی فقیه باشه یا سپاه باشه، آنچه که براش مهمه اینه که کی میتونه طرف دیگر رو نابود بکنه، او میره با اون متحد میشه برای حفظ منافع اقتصادی خودش. این کاریست که بازار در طول 100 سال گذشته انجام داده و مطمئنن این بار هم انجام خواهد داد. اما در این میان هموطنان عزیز، مخالفان رژیم به معنی گسترده کلمه یک موضوع رو میبایستی از حالا مد نظر داشته باشن و اون کسب آمادگی است و این آمادگی با حرف و تبلیغات و صحبت و اینها به وجود نمیاد، از طریق عمل و عمل و عمل هستش و عمل و کنش در این بحثی که داریم میکنیم به معنی سازماندهی هستش. اون نوع از سازماندهی که گفتیم هم بتونه آموزش رو تضمین بکنه برای کنشگران جنبش، هم بافت تشکیلاتیشون رو مشخص بکنه و همین که هدایتگری اونها رو بر عهده داشته باشه. به هر حال این موضوعات موضوعاتی هستش که به نظر میرسه در ماهای آینده، یعنی ما الان در ابتدای اردیبهشت قرار داریم، روز کارگر رو در پیش رو داریم که میتونه آغازگر سری جدید اعتراضات باشه و بعد میریم وارد یک خرداد بسیار داغ میشیم و به این ترتیب ماه خرداد پرحادثه‌ای رو میتونیم داشته باشیم و اگر با این ریتم و با این روند سال 90 ادامه پیدا بکنه چه بسا تبدیل میشه به یک سال سرنوشت‌ساز. فراموش نکنیم همه اینها فرضیه هایی است که باید مد نظر قرار بدیم و به تدریج بر اساس فکت‌های مشخص، خبرها، داده‌ها و مطالب عینی و به اصطلاح دست اولی که از درون واقعیت جامعه ایران، از درون حاکمیت، از درون وضعیت اقتصادی بیرون می‌کشیم، این فرضیه‌ها رو مورد سنجش قرار بدیم. اما فراموش نکنیم اگر می‌خواهیم که در ایران ما تغییری به وجود بیاد که این تغییر منجر به استقرار دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی در کشورمون بشه، این فرضیه ها میتونه بسیار مفید باشه برای اینکه راه رو تشخیص بدیم
و برای طی کردن این راه کسب آمادگی بکنیم. و کسب آمادگی یعنی عمل کردن، یعنی منتظر نشدن، یعنی فقط شاهد و ناظر نبودن، یعنی منفعل نبودن، بلکه کنش کردن، از پوسته انتظار بیرون آمدن، دست به عمل زدن و به این ترتیب سازماندهی کردن برای دخالت ورزی در تعیین سرنوشت خود. امیدوار هستم که در هفته های آینده بتونیم با استناد به اخبار و داده های جدید این فرضیه ها